گفتن به هر حال برنامه بشت. اولمون کنسرتی که توی لندن برگزار شده بود به اسم اپیک پرشیا که با حمایت و زحمات بسیار نیسان و مهران روحانی انجام شد و اتفاقا ما بچه‌ها رفتن اونجا گزارشی تهیه کردن، یه اینترویوی هم داشتیم رضا والی از آقای رضای والی عزیزم اینترویو گرفتن، بچه‌ها مصاحبه داشتن که ایشون یک قطعه از کاراشون توی این مراسم اجرا شده. بریم با هم ببینیم. بریم ببینیم. کنسرت اپیک پرشیا در لندن با همراهی ارکستر انگلیسی داکلند سیمفونیا برگزار شد. با این هدف که هم یادآوری باشه برای مخاطبان ایرانی از گنجینه موسیقی سمفونیک ایرانی در بیش از نیم قرن گذشته و هم معرفی آن به مخاطب غیر ایرانی. قطعه‌ای که در این کنسرت اجرا میشه یک آهنگساز بسیار جوان ایرانی هست که این از طریق مسابقه بوده، 18 تا آهنگساز از ایران قطعه‌هاشون رو فرستادن و یک جوری بوده اینجا که این هیئت جوری این آثار رو بهترینش رو انتخاب کرد. یک قطعه از آقای چکناواریان اجرا میشه، بعد یک قطعه از امین الله حسین اجرا میشه که برای پیانو و ارکستر هست، بعد قطعه آقای روحانی هست، مهران روحانی، و قطعه من رو اجرا میکنم که آوازهای محلی ایران مجموعه شماره 10 هست، و یک قطعه از یک آهنگساز انگلیسی به اسم کتل بی که اسمش هست In a Persian Market، یعنی در یک بازار ایران. کنسرت رو آقای نیسان روحانی تقریبا تمام کارهای مثلا ارگانیزاسیون و همه ایناشون رو آقای نیسان روحانی و آقای مهران روحانی این تمام این کارها رو کردن. هدف اینا این بود که یک کنسرت از آثار موسیقی معاصر ایران، یعنی موسیقی سمفونیک معاصر ایران به وجود بیارن. برای اینکه موسیقی معاصر ایران خیلی کم شناخته شده در هم در احسان به صلاح همینهنان ما در ایران و همین که در خارج از کشور، موسیقی معاصر ایران یه سابقه 50 ساله داره و آهنگسازهای بسیاری هستند که در موسیقی معاصر ایران کار میکنند. متاسفانه خیلی کم در رابطه با اونها تحقیق شده و اینکه آثار اونها رو خیلی کم اجرا میکنند. دلیلش هم اینه که به صلاح آثار اونها یه نوازنده های زیادی رو میبره، یعنی برای ارکستر میخواین 70 نفر 80 نفر نوازنده میخواد. به خاطر این کنسرت کاملا تاریخی هست. در این کنسرت که به همت خانواده روحانی در لندن برگزار شد، هانی روحانی دختر مهران روحانی خواننده سوپرانو در قطعاتی از رضا والی به نام مجموعه موسیقی محلی ایران با ارکستر همراهی کرد. هانی خود یک مدرس موسیقی و آواز در لندنه که تحصیلات عالیه خودش را از دانشگاه ترینیتی اخذ کرده. Thank you.
از موسیقی ایران الهام گرفته. یعنی شما موسیقی و نغمه های ایرانی رو در تمام این آثار میتونید ببینید، میتونید گوش بکنید و حتی با اینکه اینها برای ارکستر سمفونیک ساخته شدن و به صورت اینکه برای این گروه اینا هارمونیزه شدن، ولی با همه اینا کاملا مشخصه که تمام این قطعه ها از یک منشأ سرچشمه میگیرن و اون منشأ فرهنگ و موسیقی. واقعا چقدر عالی. امیدواریم که هر کسی تو هر جای دنیا که میخواد توی زمینه موسیقی فعالیت کنه این زمینه رو داشته باشه. بله دقیقا.